علی مصلح روزنامه‌نگار و منتقد سینما همراه ما شدن. آقای مصلح، از شما بیشتر بشنویم راجع به این روندی رو که طی کرد طلانه علی دوستی بازداشت شد و الان در نهایت با وجود فشارهای جهانی و داخلی آزاد شد. چقدر مهم بود این فشارها؟ شک نکنید که مهم بوده. من فکر می‌کنم نه تنها درباره طلانه علی دوستی، درباره تک تک بازداشت شدگان این اعتراض‌ها و حتی قبلش مهم واکنش‌ها، به خاطر اینکه علاقه در واقع سیستم امنیتی اینه که در سکوت برگزار بشه و دردسری به وجود نیاد. این رو تجربه میگه و در همین سال خورده روز هم ما دیدیم هر جا که اعتراض شد و بازتاب داخلی یا بین المللی داشت، مسئله بازداشت‌ها یا حتی صدور احکام اعدام، اتفاقاتی افتاد. درباره ترانه علی دوستی، ایشون به هر حال مشهورترین چهره کل در واقع بازداشتی کل این اعتراض‌ها بوده، هرچند که بازیگران زن دیگری هم دستگیر شدن به اضافه هنرمندان، ولی ایشون به هر حال یک ستاره بین‌المللی، بازیگر فیلم برنده اسکار بوده، همین امسال دو فیلم در جشنواره‌های بین‌المللی داشته و به همین دلیل بود که هم در داخل ایران و هم در صحنه جهانی اعتراض‌های زیادی شد به بازداشتش، از فستیوال‌های مهم دنیا تا سینماگران. همونطور که اشاره کردید 600 هنرمند و سینماگر مشهور دنیا یک نامه‌ای رو امضا کردن. در داخل هم چند روز پی در پی سینماگران ایرانی می‌رفتن مقابل زندان اوین، در شبکه‌های اجتماعی اینطور بود، حتی رسانه‌های رسمی هم درباره این موضوع اطلاع رسانی کردن. بنابراین عجیب نبود که آزاد بشه، ولی باید دقت کنیم این آزادی با وثیقه است، یعنی این 1 میلیارد وثیقه، یعنی همچنان به هر حال یک تهدیدی متوجه ایشون و سایر کسانی که با وثیقه آزاد میشن، حالا با مبالغ مختلف، وجود داره و در واقع میخوان که صدای اینها رو ساکت کنن. هرچند که خانم علی‌دوستی با این حرکتش بلافاصله بعد از آزادی که عکس‌هاش رو هم شما نشون دادید، در واقع این رو به تصویر کشید که ظاهرا این تهدیدها اثر چندانی نداشته. چقدر مهم هست همین صحبتی که شما میکنید که کسی رو که میگیرن در زندان تحت فشار سرکوب و میدونه که هنوز این دست ظلم بر بالای سرش هست، میاد و باز هم کار خودشو تکرار میکنه و تأکید میکنه به همون انتخابی که کرده، حجابش رو از سر بر میداره، حجاب اجباری رو. ببینید، این به هر حال من فکر کنم نشانه شهامت، این شهامتی که زنان ایرانی، دختران ایرانی در به خصوص اون هفته‌های اولیه اعتراضانشون دادن، به نظرم تکثیر شد و سرایت کرد به هنرمندان. ولی یه نکته قابل توجه، آزادی ترانه علی دوستی همزمان شد احتمالاً به شکل ناخواسته با سخنان امروز رهبر جمهوری اسلامی که درباره حجاب صحبت کرد و گفت کشف حجاب شکست خورده، که حتی گفت زنانی که حجاب کامل نداشت به این فراخوان‌های کشف حجاب پاسخ منفی دادن. و من نمیخوام نیتخوانی کنم، البته خانم علی دوستی دلایل خودش رو داره، ولی اینکه چند ساعت بعد از انتشار سخنان رهبر جمهوری اسلامی این عکس ها منتشر میشه، یعنی اون اساس اون حرف زیر سوال میره و نشون داد، در واقع ایشون نشون میده به شکل کاملا هم نمادین و هم عملی که اساسا این خواسته طبیعی و حق طبیعی که حجاب اجباری باید لغو بشه همچنان وجود داره علارغم همه فشارها و تهدیدها. و من فکر می‌کنم ایشون سرشناس‌ترین چهره‌ای هست که هم قبل از بازداشت هم بعد از بازداشت به قضیه حجاب اجباری اعتراض می‌کنه و البته که مثلا به اجرای حکم اعدام محسن شکاری هم در واقع اعتراض کرد و اساساً دلیل بازداشتش یا حداقل زمان بازداشتش بعد از اون اعتراض بود. بنابراین من فکر می‌کنم این به شکل حالا خواسته یا ناخواسته پاسخی بود به رهبر جمهوری اسلامی، این تصاویری که ما دیدیم مقابل زندان اوین ثبت شد. آقای مصلح، خب ترانه علی‌دوستی یک شاخص، چهره شاخص بود در جهان، اون رو میشناختن، اما خیلی از هنرمندان دیگری هم هستن که الان در زندان هستن، از طراحان گرافیس گرفته تا موسیقیدان‌ها و غیره، که شاید به اندازه ترانه علی‌دوستی شناخته شده نیستن. چقدر مهمه که خانواده‌ها، دوستانش راجع به شرایطشون صحبت بکنن و کمک کنن به آزادیشون؟ ببینید، اگر این کار رو نکنن، اطلاع رسانی نکنن، این در واقع ایدئال حکومته. میگم این فقط هم به این اعتراضات اخیر محدود نمیشه. ما در موارد قبلی، چه افراد عادی، چه صنف‌های مختلف، چه هنرمندان، دیدیم وقتی واکنش نباشه، در واقع ممکنه هر اتفاق ناگواری بیفته. به نظرم یکی از دلایلی که مثلا بکتاش آبتین به اون شکل تراژیک در زندان عملا جانش ستانده شد،
شد ناشی از همین بود. اون موقع خیلی جدی گرفته نشد که باید در واقع وضعیت اینها اطلاع رسانی بشه و ده ها شاید صد ها مورد دیگه هم وجود داره، آدم های نه چندان سرشناسی که در حبس، زندان و تحت شکنجه جان خودشون رو از دست دادن یا به حبس های طولانی مدت محکوم شدن. من فکر میکنم که در واقع خانواده ها و همکاران و همسنفان تک تک این هنرمندان مسئولیت دارن درباره شون اطلاع رسانی بکنن، کما اینکه درباره مثلا حسین محمدی بازیگر تئاتر هم دیدیم به اعدام محکوم شده بود. اگر این پیگیری ها نبود از طرف سایر هنرمندان و اهل تئاتر، چون ایشون بازیگر تئاتر بود، این حکم در واقع ایشون هم لغو نمی‌شد. بنابراین من فکر می‌کنم که این یک وظیفه انسانی و اخلاقی در نه تنها درباره هنرمندان و افراد مشهور، بلکه به شکل مضاعف درباره آدم‌های کمتر شناخته شده که در واقع وضعیتشون بازتاب داده بشه و انعکاس پیدا بکنه، تا اینکه بر اثر این فشارها در واقع اینها بتونن حداقل از اون وضعیت ظالمانه خارج بشن. ممنون از توضیحات شما علی مصلح، روزنامه‌نگار و منتقد سینما.